چه استدلال هایی را می در تایید عمل افشاگران ارائه داد یکی از این استدلال ها حق آزادی بیان است پایبندی به این اصل اهمیت ویژه‌ای در کشورهای آنگلوساکسون و همچنین فرانسه دارد برای مثال اخیرا مدیر شرکت برق فرانسه وضع نامناسب خطوط برق منطقه لوار اشر را افشا کرده بود مقاله‌ای در روزنامه محلی با عنوان سوء استفاده بزرگ از حق آزادی بیان این موضوع را مطرح کرد. در فرانسه، قانون مصوب 1982 میلادی بر حق آزادی بیان تکیه دارد و مخالف محدودیت های اعمال شده بر کارمندان از سوی شرکت هاست. قوی ترین استدلال در مخالفت با افشاگران ضرر رساندن آنها به روند فعالیت شرکت است. افشاگر با شماری از کارهای خلاف که در شرکت انجام میگیرد موافق نیست و نخستین واکنش او سرباز زدن از فرمانبرداری است بنابراین دیگر سلسله مراتب حاکم بر شرکت را رعایت نمی کند و نزد همگان به افشاگری در خصوص کارهایی می که بر پنهان ماندنشان تکیه می شود به یاد داشته باشیم که دو نوع افشاگری وجود دارد درونی و بیرونی اغلب اوقات افشاگر کار خود را با تلاش بر آشکارسازی اشتباهات درون شرکت آغاز می کند و زمانی که راه به جایی نمی برد، آنها را در ملع عام فاش می سازد. در صورتی که کار خلاف چنان باشد که سلامتی یا امنیت افراد را تهدید کند مثلا در ارتباط با تأسیسات هستهی یا محیط زیست باشد باید به طور کلی این خطر را جدی گرفت و کار افشاگر هم توجیح پذیر می شود. واضح است که از برخی جنبه ها افشاگری نوعی خبرچینی به شمار می آید. البته اتهامات او متوجه افراد یا گروه های خاصی است و پیامد آن می تواند بار عظیمی را بر شرکت تحمیل کند و حتی بقا و موجودیتش را به خطر اندازد. به همین دلیل افشاگر نباید نفع شخصی از عملش ببرد زیرا در غیر این صورت به او شک خواهم کرد. نکته مهم بیشتر اوقات افشاگر باید گمنام بماند اما در برخی موارد حقوقی با استناد به ماده قانونی خاصی نام شخص افشا کننده علنی می شود و بدین ترتیب ممکن است افشاگر در معرض خطر اقدامات تلافی جویانه قرار گیرد پرونده موسوم به Executive Life مثالی برای ناشناس ماندن افشاگر به شمار می رود. گاهی در عمل تشخیص افشاگر از خبرچین کار دشواری است اگر شخص گمنام باقی بماند اما در پی سوجویی از عملش باشد عمل قبیهی انجام داده است چگونه میتوان برای تحلیل عمل افشاگری آن را اخلاقا توجیه کرد در واقع میتوان این عمل را در ارتباط با آزادی بیان و هدف آزادی بیان یعنی خیر و صلاح عمومی یا مسلحت شرکت دانست فرد افشاگر خطاهای دیده شده در شرکت را ابتدا در محیط کار مطرح می کند. در صورت دست نیافتن به نتیجه مطلوب، در بیرون از شرکت هم دست به افشاگری می زند. در حقیقت او با کشمکش دو سویه دست به گریبان است. به بیان دیگر، افشاگر بر سر دوراهی میان الزام اخلاقی به کل اجتماع از یک سو و رعایت محرمان نگه داشتن فعالیت شرکت در راستای وفاداری به آن به عنوان تکلیف اخلاقی از سوی دیگر قرار گرفته است. به راحتی می توان افشاگر را به سبب عدم پایبندیش به شرکت محکوم کرد و اغلب هم او را کسی قلمداد می کنند که در پی انتقامگیری از شرکتش بوده است. از این رو افشاگر را دیوانه می پندارند که باید او را در هاشیه گذاشت و از او دوری کرد. در بیشتر مواقع نیز افشاگر هدف اقدامات تلافی جویانه و اخراج از شرکت قرار می گیرد. اکنون به دو مثال می پردازم. تصادف پیش آمده برای سفینه فضایی چلنجر در ژانویه 1986 و انحلال کمیسیون سانتر از سوی کمیسیون اروپا به سال 1999. مثال اول سفینه فضایی چلنجر از دید شرکت مد نظر چه چیزی را درباره این سانه متوجه می شویم؟ اتفاقهای پیش آمده را ابتدا به طور خلاصه بیان می کنم. سفینه فضایی 73 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد و هفت کشته بر جا گذاشت. اما نشانه های هشدار دهنده پیش از بروز این واقعه وجود داشتند. افشاگر مهندس ر بویس جالی بود که تلاش کرد توجه مسئولان ارشد خود را به خطرهای ناشی از اتصال ناقص راکتورهای الهاقی جلب کند. این خطر از مدتها پیش احساس شده بود، اما از 1985 با دقت بیشتری بدان توجه شد. چند پرواز، حدود چهار یا پنج پرواز بررسی دقیق شدند و مهندس بویس جالی کسی بود که تشکیل گروه کاری ویژه را درخواست کرد. حاصل کار ارائه گزارشی بود که نشان می‌داد در برخی شرایط آب و هوایی سرد اتصالات راکتورهای الحاقی تغییر شکل می‌یابند و خطرآفرین شوند. اما به این نکته هنگام تصمیم برای راهندازی راکتورها چندان توجه نشد یک روز پیش از پرواز جلسه تشکیل شد و بحث‌هایی درباره تصمیم برای راهندازی راکتورها میان مسئولان ناسا و شرکت مورتون تیوکل در گرفت ناسا که سازمانی دولتی است به شیوه شرکتی خصوصی عمل می کند. از آنجا که این پرواز اعتبار زیادی برای ناسا به ارمغان می آورد، مدیران پروژه بر نظر خود یعنی راهندازی پرواز بسیار پافشاری کردند. مورتون تیوکل چند سال پیش از این رخ داد از ادغام دو شرکت، شرکت مورتون که در زمینه محصولات شیمیایی فعالیت داشت و شرکت تیوکل شکل گرفته بود. بویسجالی مهندسی با تجربه، حرفه‌ای و متخصص در موشک‌های مینتمن به شمار می‌آمد و نمایندگی مورتن تیوکل را در آن جلسه بر عهده داشت. دو دیدگاه متفاوت رو در روی هم قرار گرفت. دیدگاه مهندسان و دیدگاه مدیران. روز پیش از پرواز در مرحله‌ای از بحث مدیران به مهندسان چنین گفتند: لطفاً کمی از جایگاه مهندسی بیرون بیایید و در جایگاه مدیریت بنشینید. منظور آنان تاکید بر اهمیت انجام این پرواز بود تا آنجا که نمیشد از آن صرف نظر کرد. بنابراین تصمیم گرفتن پرواز را انجام دهند و در این تصمیم گیری به خطر احتمالی که می توانست درست هم نباشد توجه کمی شد. ارزیابی خطر پرواز بسیار منطقی بود. از این رو نمودار خطرات احتمالی ترسیم و تغییر شکل محل اتصال کوچک به عنوان خطری اندک در نظر گرفته شد. با این همه رویکرد اتخاذ شده برای ارزیابی و برآورد خطر بسیار منطقی بود. عوامل دیگر را هم می در نظر گرفت و برای اصلاح نمودار خطرات احتمالی نرمی و انعطاف بیشتری به خرج داد. بنابراین تصمیمی نادرست گرفته شد. پس از انفجار مهندس بایس سریعا در حضور کمیسیون تحقیق راجرز شهادت داد و یادداشتها و گزارش های خود را به بازرسان ارائه کرد و در ملعه عام به افشاگری درباره افراد دخیل در تصمیم گیری برای راهاندازی این پرواز پرداخت افشای کسانی که این پرواز را دستاورد و اعتباری بزرگ برای خود قلمداد می کردند. شرح بالا دقیقا عملکرد یک افشاگر را نشان می دهد. فاش ساختن خطاهای شرکت در مل عام با هدف در نظر گرفتن نفع همگان. آن هم پس از اینکه شخص ابتدا درون شرکتش می کوشد تا موزگیری های داخلی را تغییر دهد اما در نهایت موفق نمی شود. اکنون پرسشی که به ذهن می آید این است. آیا نباید افشاگر را به سبب کوتاهی و تعلل در دادن اطلاعات به موقع بیرون از شرکت برای جلوگیری از چنین اتفاقات هولناکی ملامت کرد. وایس جالی با آنکه مهندسی مجرب بود، بیدرنگ پس از این حادثه انفصال از خدمت گرفت. هرچند کمیسیون راجرز چند هفته پس از این رویداد به مسئول ناسا متذکر شد که به جای نگاه منفی به بویس و ترد او باید از او قدردانی کرد اما چنین وضعیتی به ندرت برای افشاگران پیش می آید. نگرش راجر بویسجالی در خصوص این مسئله با وجود گذشت مدتی چند از این رخ داد همچنان این بود که اگر این موقعیت دوباره پیش می آمد او همین کار را دوباره انجام می داد. زیرا تعهدات اخلاقیش به او اجازه نمیداد از افشاگری درباره خطاهای موجود در محیط کار چشم پوشی کند. <applause> مثال دوم کلاهبرداری در کمیسیون اروپا این کلاهبرداری در کتابی از سوی کارگزار اروپایی پول ون بویتنان چاپ و فاش شد که در آن از خطاهای این کمیسیون پرده برداشت ترجمه های گوناگونی از این کتاب وجود دارد و عنوان کتاب هم به صورت مختلف ترجمه شده است که تفاوت برخورد با افشاگران در کشورهای مختلف را به خوبی آشکار می‌سازد. ترجمه انگلیسی عنوان این کتاب می گوید افشاگری نبرد انسانی تنها در برابر تقلب کمیسیون اروپا در اروپای شمالی ترجمه عنوان این کتاب نبرد برای اروپا بود در فرانسه این کتاب با عنوان تقلب در کمیسیون اروپا به چاپ رسید تفاوت های ترجمه هرچند جزئی بود اما اهمیت بسیار داشت باید به این نکته هم توجه کرد که در زبان فرانسه معادل مستقیمی برای ترجمه اصطلاح انگلیسی blowing the whistle یعنی در بوخ کردن وجود ندارد. وظیفه پول ون بویتنان در مقام کارگزار اروپا چه بود؟ او کارگزاری در سطحی پایین به شمار می رفت و جایگاه او به هیچ وجه به سجالی شباهت نداشت. این کارگزار پس از تلاش های داخلی پارلمان اروپا را به چند خطای کمیسیون اروپا آگاه ساخت. در دسامبر 1998 نامه 34 صفحه‌ای امراه با 600 خبر و مستند تنظیم کرد و برای یکی از اعضای پارلمان اروپا فرستاد. سه ماه بعد به دنبال گزارش کمیته آگاهان پس از بررسی نامه پل ون بویتنان در خصوص خطاکاری های کمیسیون اروپا کل این کمیسیون منحل شد. این گزارش در دو مرحله بود. مارس 1999 و سپس اکتبر 1999 از مارس 1999 به بعد در پی این افشاگری ها کمیسیون اروپا ناگزیر منحل گشت خانم ادیت کرسون به علت انعقاد قراردادهایی در گذشته با میانجیگری دفتر حمایت های فنی که جا پای راند و رفیق بازی را باز کرده بود هدف نخست این اتهام ها قرار گرفت آنچه در اذهان عموم به خوبی به یاد مانده است موضوع دندان پزشک خانم کرسون به نام برتلوت است که از خیشاوندان او بود این شخص بیان که شرایط لازم به عنوان یک بازرس علمی را داشته باشد دویس هزار یورو دریافت کرده بود کمیسیون اروپا با همه اعضایش که ناگزیر هم دست با خانم کرسون اعلام شدند منحل شد و البته همگی آنها از اجبار به این کار خشمگین و ناخشنود بودند اکنون به بررسی دقیقتر این پرونده می پردازیم. عمل افشاگری ابتدا در کمیسیون پیگیری شد. همان که پل ون بویتنان در کتابش بارها اشاره می کند، پس از ناامیدی از تلاش های پیگیرانش درون کمیسیون به این نتیجه رسید که باید خطا را در ملعه عام فاش سازد. البته نظام کنترل داخلی در کمیسیون وجود داشت اما دامنه فعالیتش بسیار محدود بود. و فقط به گزارش درباره فساد کارگزاران بسنده می کرد. بنابراین در امور کمیسیون جز در مواقعی که بر پایه مستندات غیر قابل انکار بنا شده بود دخالتی نمی کرد. این دو شرط محدود کننده از کارایی این نظام که بعدها دچار تحول شگرفی شد بسیار کاسته بود. پس از انتشار خطاهای کمیسیون اروپا آقای بویتنان به نقض پایبندی به سکوت و حفظ اسرار داخلی در مقام کارگزار اروپایی محکوم شد این محکومیت چه پیامدهایی برای زندگی خصوصی و کاریش داشت بویتنان را به سرعت معلق کردند و برای چهار ماه منتظر خدمت شد سپس با اثرگیری کار عملا از خدمت برکنار شد در همین حال زندگی خصوصی او با همسرش هم, هم دچار بحران شد و به هنگام سال نو جر و بحث های شدیدی با هم داشتند بنابراین می بینیم که نباید تأثیر تعهدات اخلاقیات فردی را بر زندگی شخصی ناچیز شمرد در اینجا لازم است به حس وظیف شناسی مذهبی برخی از افشاگران در خصوص اعمالشان هم اشاره کرد آقای بوی تنان می گوید پس از گرویدن به ها یا کلیسای انگلستان توجه بیشتری به رعایت وظایف و اعتقادات دینی در اعمالش داشت. البته پیش از افشاگری بویتنان با تجویزهای گوناگونی روبرو شد. توصیه های دینی از یک سو و توصیه های ها و وکلا از سوی دیگر مبنی بر رعایت احتیاط که همواره برای فرد سودمند خواهد بود. در جوان 2004 پیشرفت های تازه ای در روند این ماجرا پیش آمد. دادگاه بلژیک شکایت از خانم ادیت کرسون را وارد ندانست. بنابراین خانم کرسون این طور نتیجه گرفت که چیزی بر ضد او و همدستانش وجود ندارد و خود را قربانی محاکمه سیاسی از نوع کافکایی دانست. اما به تصمیم قاضی ها کرسون می بایست زیر نظر واحد انتظامی کمیسیون اروپا قرار بگیرد. سرانجام خانم کرسون به سبب پارتی بازی و بیتوجهی در سرپرستی کابینش به ویژه برای پنهانکاری در خصوص دو تن از همدستانش تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. خطر این امر برای او از دست دادن دست کم بخشی از حقوق بازنشستگیش بود. بنابراین خانم کرسون از مزاحمت های قضایی کاملا رهایی نیافت. هرچند در قبال افشاگران او کمی بدبینی وجود داشت. این مثال ها نشان می دهد که عمل افشاگر می تواند بسیار با اهمیت و دارای تأثیری مثبت در جهت حفظ منافع عموم باشد اما توجیه این کار چندان هم آسان نیست چنانچه به بررسی نظام های حمایت قضایی در نواحی مختلف جهان در خصوص افشاگری بپردازیم در میابیم که این قوانین هنوز ناقص و تکامل نیافتند کوهندترین نظام حمایت غذایی ماده مربوط به ادعاهای نادرست در ایالات متحد آمریکا به سال 1863 و برای قراردادهای فدرال برمیگردد. هدف از وضع این قانون جلوگیری از پدیده فساد بود. بر اساس مصوبه دادگاه عالی 1968 درباره پرونده پیکرینگ علیه هیئت آموزشی کارمندان دولت از حق برملو ساختن تصمیم های کارگزارانشان برخوردار بودند به شرط آنکه مخل کارکرد آنها نشوند. البته این مسائل قانونی در ایالات متحد بین سالهای 1990 و 2000 در سطح وسیعی اصلاح شد. در این میان میتوان به موضوع حمایت از کارکنان دولت به سال 1988 موضوع حمایت از افشاگران به سال 1989 و پایگزاری اداره شورای ویژه اشاره کرد که وظیفه اجرای قانون فدرال را بر عهده داشت. این سازمان دولتی موضوعات افشاگری را دریافت و بررسی می کند و به افشاگران اجازه می دهد تا ناشناس باقی بمانند. همچنین باید به ماده ساربینز آکسلی، ماده تقلب شرکتی و جنایی در حسابرسی به سال 2002 اشاره کرد که از افشاگران شرکت های حسابرسی حمایت می کند. به همین ترتیب در انگلستان حمایت های مشابهی با ماده افشاگری به نفع عموم به سال 1998 وجود دارد. در کانادا و استرالیا افشاگری به نفع عموم مورد تشویق قرار گرفت و طبق ماده با نام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعتماد افراد به نهادهای قضایی بیشتر شد. در فرانسه کار کمی در این زمینه صورت گرفته است و فقط مطبوعاتند که موضوعات سوء استفاده را آشکار می سازند و گاه پیگردهای قضایی در پی آن می آید. در حوزه فنی و علمی هم ناظرانی وجود دارند که با عبارت زیبای هشدار دهندگان به حمایت از کسانی می که سوت خطر را به صدا در می آورند. ظاهر امر تغییر کرده اما باطن آن دست نخورده است تضمین حق بیان و جلوگیری از اقدام تلافی جویانه در حق کسانی که برای مقاومت در برابر امور خلاف دچار تردید و بدگمانی اند. مانند پرونده گویلرمو اگویازو آرژانتینی که برای حمایت از مصرف کنندگان به افشاگری درباره حشرکشها و دیگر فراورده های شیمیایی استفاده شده در کشاورزی پرداخت و به دلیل تحقیقاتش هدف اقدام تلافی جویانه قرار گرفت. پگرد های غذایی در حال تکامل است اما قوانین همیشه کارایی زیادی ندارند. همچنین همان که در نامه مورخ 23 دسامبر 2002 نمایندگان سناتورها و مسئول سازمان حمایت از افشاگران خطاب به مقامات آمریکایی به چشم می‌خورد میان قانونگذاری و حمایت مؤثر از افشاگران شکاف قابل توجهی وجود دارد و لازم است هرچه سریعتر قانونی کارآمد در این زمینه تدارک دیده شود از آنجا که پیش ها وجود دارند و عمل به اخلاق بهای جز تحمل اقدامات تلافی جویانه ندارد حتی تشکیلات ایجاد شده در شرکت ها برای مراجعه افشاگران عمدتا به کنترل و اعمال نظارت بر افشاگران شناخته شده می‌پردازد. تنها کاری که میتوان به افشاگر توصیه کرد آن است که با وکیلی خوب مشورت کند یا از کار در شرکت اجتناب ورزد یا اینکه استاد دانشگاه شود و غیره چیزی که تلویحا در ضوابط اخلاقی مربوط به کار در کشورهای آنگل ساکسان توصیه شده است از این رو می توان نتیجه گرفت که میان گروهی اجتماعی و پایبندی قوی به اخلاقیات فردی جدایی وجود دارد اخلاقی بودن نیازمند شجاعت است. در برخی شرایط و گروه ها و مکان ها اخلاقی بودن آسانتر است. اما نمی توان در این باره حکم کلی داد. زیرا اخلاقی بودن مترادف شجاعت است. افشاگرانی که پیامدهای منفی عمل شجاعانه خود را بی اهمیت می دانند، قهرمانان دوره معاصر به شمار می آیند. این افراد الگوهای اخلاقی که ضعف‌های اخلاقی همکاران خود را آشکار می‌سازند. به همین دلیل استقبال خوبی از آنان به عمل نمی‌آید. زیرا کارهای ننگین ما را به خودمان نشان می‌دهند. اما در همین حال افشاگران به ما یادآور می‌شوند که خوبی یک آرمان است و دستیابی به آن با رنج همراه خواهد بود. بی آنکه افشاگری را کاری فرشت آسا بدانیم، در اینجا به سخن مدیر مرکز تحقیقات اخلاقیات در اقتصاد از دانشگاه اکس آن پرووانس در شهر مارسی اشاره می کنم. فقط کافی است اخلاقیات را در جایگاه شایسته اش قرار دهیم.